روز گذشته در جریان نمایش انتخابات رژیم علاوه بر تحریم یک پارچه مردم ایران نسبت به این نمایش موسک شاهد رویارویی ها, ها و درگیری های هم بین مردم و نیروهای سرکوبگر در شهرهای مختلف بودیم همراه هستیم با آقای فرید معدومی تا به این موضوع بپردازیم سلام به شما آقای معدومی و ممنون از حضورتون تو این گفتگو سلام خدمت شما و خدمت بینندگان عزیز سیمای آزادی و با تبریک به کانونهای شورشی و خلق قهرمان برای وارد کردن پتک دوم سنگین تحریم انتخابات به جلاد جماران و خامنه ای فرسود در خدمت شما هستم بفرمایید بله درود بر شما آقای معدومی در نمایش انتخابات دیروز خبرهایی از درگیری ها بین مردم ها و نیروهای سرکوبگر رژیم علاوه بر تحریم داشتیم اینا به چه صورت بوده لطفا توضیح بدین مختصر ارز کنم که صحنه دیروز صحنه واقعا روی روی مردم ایران تمامی مردم ایران بود با حاکمیت خونریز خامنه ای جلاد که در فرصتی که هست در این مجال من به صحنههایی از اون میپردازم با اجازه شما دفعی. ارز کنم که رژیم به یک مجموعه اقدامات تهدیدآمیز و ارعاب دست زده بود ارز کنم که همه جا با روی روی مردم مواجه شد در زندان اوین زندانیان بندهای چهار و شیش و هشت و بند زنان از دادن رأی امتناع کردند هرچند که خیلی فشار روشون بود در اهواز خطوط اینترنت و شبکه های ایرانسل و همراه اول رو قطع کرده بودند و البته در تمامی ایران خطوط اینترنت بسیار ضعیف شده بود در برخی از مناطق تهران اتوبوس های نو رو به عنوان شعبه های اخذ رای وارد کرده بودند که مردم مثلا اعتنایی به این ابزار <applause> کار آخوندا نکردند در محله شیراباد زاهدان مردم با سنگ و چوب به جون مامورای افتادند که دعوت به رأیگیری گیری و دعوت به مشارکت مردم میکردن در خاش اعضای ستاد یکی از همین کاندیداها ها اقدام کرده بود با پخش ساندویچ مردم رو دعوت به ارسلان ترقیب به رأی دادن میکرد که با تنفر مردم مواجه شد البته این سحنایی در جاهای دیگه هم بود که بهش میپردازیم از کنم در سراوان مزدوران رژیم با یک مینی بوس تندوهای آورده بودند که جوانان دلاور بلوچ و مردم محلی ریختند و صندوق را همراه با مینیبوسش آتیش زدند و رژیم مجبور شد جرثقیل بیاره و مینیبوس رو جابجا جا کنه همچنین در ایزه مردم نماینده مزدور مجلس رو که برای یکی از این کاندیداها تبلیغ میکرد گرفتند و حسابی گوشمالی دادند رژیم البته دست به یک سری اقدام اقدامات فریبکارانه هم زده بود مثلا در ایزه همونطوری که قبلش هم اشاره کردم در ایزه شعبه مدرسه اطرت رو مواد نظری آورده بودن که با این وسیله مردم رو فریب بدن وادار کنن به رأی دادن که با تنفر مردم رو, رو, رو شد و کسی شرکت نکرد در تهران به بیماران بیمارستان دی گفته بودن شما فقط کافیه که رأیتون رو توی صندوق بذارین بندازین تا ما یک سری تحصیلات براتون فراهم کنیم که بیمارا امتناع کردن فقط پنج تا از مزدوران بسیجی شرکت کرده بودند. از کنم که در شادگان و آبادان رژیم متوسل شده بود به تعدادی از شیوخ عرب که هموطنان عرب رو وادار بکنن که در انتخابات شرکت بکنن که با عدم استقبال روبرو شد خانواده های زندانیان و زندانیان سیاسی روشون فشار آورده رو بودند که اگر شما رأی بدین ما تسهیلاتی در اختیار بچه هاتون میزنیم یا حتی زندانیا رو آزاد میکنیم که خانواده های سرفراز زندانیان و بخصوص زندانیان سیاسی مطلقا وارد این بازی نشده و دست رد زده بودند به سینه معمورین رژیم در بعضی از شعب یزد از این ظرف های پلو و خورشت و اینجور چیزها آورده بودن که باز با دجالگری مردم رو فریب بدن و وادار کنن مردم محروم و بیچاره منطقه رو وادار کنن که رأی بدن که مردم تن به این ذلت ندادن و دست رد زدن به سینه موضوع را از کنم که یکی از شیوه های دیگه ای که رژیم استفاده کرده بود توی این انتخابات برای رأی و رأی جمع کردن استفاده از کد ملی بود مانه. در مواردی که می اعلام میکردن میگفتن نیازی به این نیست که شناسنامهاتون یا مداری که دیگه داشته باشین و همون دادن کد ملی کافیه مثلا یکی از همین سخنگویان ستاد انتخابات رژیم در تلویزیون عنوان کرد کسی به اسم محسن اسلامی شناسنامه های قدیمی که کد ملی نداره هیچ اشکالی نداره ما از فرد میپرسیم که کد ملیتون چیه و همین که اون کد ملیشو بده کفایت میکنه برای اینکه رأیش رو در صندوق بریزه این مجموعه اقداماتی بود البته بخشی از اقداماتی که رژیم کرده بود در شهرهای مختلف و پاسخ قاطع مردم بله ممنون از توضیحاتی حالا آقای مدومی گزارشی که گزارشگران سیمای آزادی و کانون شورشی از شهرهای مختلف دادن لطفا بفرمایید در چه فضا و شرایطی صورت گرفت و ابعاد اون به چه صورت بود. از کنم که من, من ابتدای دست مریزاد میگم به خبرنگاران سیمای آزادی آمی. و کانونهای شورشی که بسیار زیبا و قهرمانانه در صحنه درخشیدند و گزارشات مستدل و گزارشات به موقع از تمامی شعب اخذ رأی آوردن در بعضی از شعب اخذ رأی همین عزیزان از صبح تا آخر شب تا موقعی که تمدید کردند اینها انتخاباتشون رو زمان انتخابات رو این دوستان عزیز پای دادن گزارشات بودند و مستمر به عنوان بخشی از مبارزشون تاکید داشتن روی اون این رو هم اشاره بکنم که حلاکت رئیسی در دستگاه خامنه ای و نظامش یک ضربه استراتژیک بود که همه خبر دارند و مردم ایران هم میدونن رئیسی برای خامنه یک خرمهره استراتژیک بود که کل دستگاه رو استوار کرده بود و مسئله مطلقا صرفا ارز کنم که مسئله انتخابات ریاست جمهوری نبود بلکه جان مسئله جانشینی خود خامنه ای هم به همین گره خورده بود و این عمق بیشتری و ذریب بیشتری به حساسیت این مسئله میداد و حلاکت رئیسی رو که چقدر ضربه دردناک و فاجه آمیزی برای دستگاه خامنه ای بوده علیه. ارز کنم که رژیم به همین خاطر این مسئله انتخابات این بار براش خیلی حساس بود و تمام نیروهاش رو بسیج کرده بود نیروهای سرکوبگرش رو که در خیابانها حضور داشته باشن و صحنه رو کنترل کنن من به بعضی از مواردش با اجازه شما اشاره میکنم مثلا در تهران نیروهای سرکوبگر در خیابان انقلاب و میدان فردوسی مستقر شده, بودند. بودن نیروهای بسیار زیادی در تئاتر شهر یگان ویژه با 20 موتور سه ون بزرگ و دو گشت و یک نیسان نیسان ناجا حضور داشتند در میدان ولی اصل نیروهای سپاه و یگان و یگان ویژه با ده موتور مطور سپا و 20 موتور یگان ویژه و یک نیسان باز مستقر شده بودند در بولوار کشاورز موتورهای موتورهای همین مزدوران اطلاعاتی و سرکوبگر و باز شخصی ها بسیار زیاد و به صورت گسترده وجود داشتند در مقابل دانشگاه تهران همچنین ارز کنم که خامنه ای از مجموعه این اقدامات در حراس این بود که مبادا ریل کار از دستش دربه رول کار از دستش دربه و مواجه با خشم و فواران خشم مردم بشه و قیامی رو جرقه بزنه این بود که این نیروها رو به صحنه فرستاده بود و در مقابل مقاومت ایران هم البته نیروهای خودش و هوادارهای خودش رو در صحنه داشت کانونهای شورشی قهرمان همونطوری که ارز کردم خدمتتون و تیم‌های خبرنگار سیمای سیمای آزادی و تیم‌های حقیقت یاب به صورت گسترده در تمامی شعبه ها وضعیت رو مانیتور می‌کردند و همین مجموعه اقدامات مانع شده بود که ای بتونه صحنه رو در دست داشته باشه و بتونه صحنه رو به میل خودش بچرخونه دوربین های مراقبتی گذاشته بودند لباس شخصی ها بسیار زیاد بودند در مساجد در دبیرستان ها شما اگر فیلم ها رو ببینین حتی نفرات مسلح رو گذاشته بودن دم در همون محل رگیری یا حتی در محل انداختن رأی در صندوق هم نفرات مسلح بودند. ارز کنم که اقداماتی که کانونهای شورشی کردن و هوادار مجاهدین بسیار گسترده بود من فقط علی. به رقمش اشاره میکنم که زیاد از وقت شما نگیرم ارز کنم که نیروهای مانیتور کننده شعب دو هزار شعبه رأیگیری رو مستقیما مانیتور کردند نه در یک بار بلکه چندین بار مراجعه کردن و مانیتور میکردن و از گزارشاتی که در سیمای آزادی پخش شد و در اخبار بله سیمای آزادی میشه این رو دید 248 شهر 60 روستا 31 استان به مدت 16 ساعت بله همون چیزی که در گزارش یک تصویر بله واقعی از صحنه بله ارسونم داده شد و دیدیم که از کل تعداد جمعیت واجدین شرایط در باید. این انتخابات قلابی فقط 9 درصد شرکت کرده بله. بودند که یک ضربه سنگین به کلیت نظام و شخص خود خامنه ای بود چون خودش مستقیم وارد شد و تشویق کرد و التماس کرد ولی به جایی نرسید و به جایی نرسید خیلی ممنون از شما آقای معدومی و توضیحاتی که دادید با تشکر از شما که این زمان کوتاه توضیح دادید با تشکر خدا نگهدار شما